باز هم به ادامه برنامه خوش آمدید. در قسمت از برنامه در خدمت استاد عبدالجلیل امینی، کارشناس امور اسلامی هستیم و می خواهیم که با ایشان صحبت بکنیم در ارتباط به مسابقه بزرگ سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم که روز گذشته در ولایت هرات برگزار شد. این بحث را هم با ما دنبال کنید. جناب استاد بسیار خوش آمدین به برنامه. اگر در ابتدا حرفی دارین خدمت بنده عزیز بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و اصحاب سیدنا محمد و بارک و سلم. قال الله تبارک و تعالی و انک لعلی خلق عظیم. صدق الله مولانا العظیم. عرض و سلام و احترام دارم خدمت شما و دستاندرکاران برنامه تلویزیون جهانی اصلاح و ویژه برنامه عصر حریوا، و سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و برادران و خواهران مسلمانی که همکنون این برنامه را مشاهده می کنند. خداوند متعال همه مؤمنین را، همه مسلمانان و مخلصین را توفیق حرکت در راه رسول الله و اصحاب بزرگوارش عنایت بفرمایه و الله پاک صحتی، سلامتی، عافیت، امنیت و آرامش و آسایش را در سر تا سر گیتی و جهان و مخصوصا در کشور عزیزمان افغانستان به وجود بیاره و حاکم گردانه، که انشاءالله تعالی در آینده نه چندان دور انشاءالله شاهد یک افغانستان آزاد و افغانستان متمدن و پیشرفته و افغانستانی که اسلامی و عرض کنم خدمت شما و پیرو قوانین شریعت مقدس اسلام باشه. تشکر، بازم بسیار خوش آمدین. اما قسم که گفته شد در ارتباط به مسابقه بزرگ سیرت النبی با شما صحبت میکنیم و به عنوان اولین پرسش میشه بیان بکنیم که مسابقه که برگزار شد برای اولین بار بود یا ای که تال چندین مرحله شما در این زمینه داشتین و شاهد برگزاری از او هستین؟ مسابقه سیرت النبی صلی الله علیه و سلم در بخش مکاتب خصوصی این اولین بار نیست، بلکه ای چهارمین بار هست که این مسابقه برگزار میشه با کیفیت ها و کمیت های متفاوت و مختلفی، که ابتدا در سال 98، سال تعلیمی 98 اولین مسابقه سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله در بین مکاتب خصوصی برگزار کردید و فعلا هم که در سال 1401 که برابر با 1444 هجری قمری هست دور چهارم این مسابقات سیرت النبی صلی الله علیه و سلم با یک فضای بسیار سالم و فضای بسیار شفاف و در یک فضای بسیار امنیت برگزار کردید. ممنون شما. مشخصا میشه صحبت بکنیم که برگزار کننده مسابقات کدام نهاد بود و همکاری داشتن در این زمینه؟ برگزار کننده این مسابقات ریاست اتحادیه مکاتب خصوصی و بود که جای داره ما از همینجا در ابتدا از ریاست معارف ولایت هرات، از ریاست اتحادیه مکاتب خصوصی ولایت هرات و از شخص جناب آقای حبیبی که مسئول اتحادیه مکاتب خصوصی در هرات هستند و در پهلوی از مسئول مؤسسات تعلیمی خصوصی هیواد هستند، از اینا ما تشکر و امتنان کنم به خاطر از اینکه اونها این زمینه مساعد ساختند تا اینکه این مسابقه برگزار بشه و 4000 جلد کتاب در بخش سیرت النبی در مکاتب توزیع بشه و ما شاهدیم که الحمدلله و المنه 4000 جوان و نوجوان کشور ما
عاشقانه سیرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب بزرگوارش را حفظ کردند، مطالعه کردند و خواندند و در این مسابقه شرکت کردند، که البته من از همین جا برای همه شرکت کنندگان عزیز و همه عزیزان و محترم، هم از خواهر و برادر که در این مسابقه شرکت کردند، اول از نحوه استقبال اونها و شرکت اونها و اینکه اونها استقبال کردن از این مسابقه و کتاب در اختیار گرفتن تشکر و سپاسگزاری کنم. و جای بسیار افتخار و خوشی هست که الحمدلله امروز 4000 جوان و نوجوان شهر ما با سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم آشنایی دارن. و هدف از برگزاری مسابقات هم این نیست که باید همه جایزه بگیرن یا همه در سکوی اول قرار بگیرن، و هدف اولین انگیزه و هدف همه در این ارتباط این بود که لااقل از این طریق برای جوانان، برای نوجوانان، برای خانواده‌های معظم متدین ما یک انگیزه ایجاد شه برای پیامبرشناسی، که الحمدلله یک انگیزه ایجاد شد و شاگردان و شرکت کنندگان بسیار با شوق و علاقه و با عشق تمام به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شرکت کردند. امروز بسیار جای افتخاره و من امیدوارم از خداوند متعال جل جلاله که الله پاکی بریم ما یک صدقه جاریه در روز قیامت محسوب کنه. ممنون شما. چیزی که در چنین مسابقات جناب استاد مهم هست، سوالات هست و طرح سوالات. در مسابقه بزرگ سیرت النبی صلی الله علیه و سلم سوالات چگونه طرح شد؟ چی کسانی این سوالات را طرح کردند و با چی شیوه این امتحان اخذ شد؟ البته باید خدمت شما و همه بینندگان عزیز و مؤمن و مسلمان خود عرض برسانم که در ابتدا قرار بود که سوالات را که خود مکن نویسنده این کتاب بودم طرح کنم، و بعد با کمیسیونی که از طرف اتحادیه مکاتب خصوصی برگزار گردید، در این کمیسیون تصویب شد که سوالات باید از طریق خود ریاست اتحادیه مکاتب خصوصی و از طریق کمیسیون طرح بشه، به خاطر اینکه شفافتر باشه و خدای نخواسته کسی مورد اتهام قرار نگیره. به همین خاطر مسئولیت تهیه سوالات به عهده جناب استاد بزرگوار و توانمند ما جناب آقای صامت به او سپردند و با او همون تیم کاری که داشتن بسیار متخصص گونه سوالات طرح کردن، و سوالات هم شکل تستای کنکوری داره که سوال طرح شده انشاءالله تعالی و به همون وقت و ثانیه و ساعت معینه به شاگردان عزیز تسلیم گردید. و جای داره که من از همین جا از جناب استاد صامت هم تشکر ویژه داشته باشم به خاطر همکاری برای طرح سوالات این مسابقه. اشتراک کننده دیگه بیشتر متعلمین بودن و دانش آموزان، میشه پیرامون از این هم صحبت کنیم؟ بله، اشتراک کنندگان اکثرا متعلمین مکاتب بود، چه خصوصی چه دولتی. و یک افتخار بسیار بزرگی برای ما همینه که این کتاب سیرت النبی صلی الله علیه وسلم که مجموعاً 209 سوال و جواب بود و شامل سوالاتی راجع به خود زندگی نامی پیامبر صلی الله علیه وسلم و سوالاتی راجع به زندگانی خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم و سوالاتی راجع به زندگانی چهار امام اهل سنت رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین بود، که بسیار جای افتخاره که امروز 4000 نوجوان و جوان و مؤمن و مسلمان ما، طبعا در حاشیه از این خانواده ها هم، طبعا تا خانواده هم کاری نکنن، والدین تشویق نداشته باشن هم کاری نکنن، و فرزند نقدر علاقمند به حفظ کتاب نمیشه. و مطمئنم که خیلی از خانواده های متدین و مسلمان ما امروز با این سیرت پیامبر صلی الله علیه وسلم آشنایی پیدا کردن، و این بری ما جای افتخاره و جای افتخار هست بری اون والدین مؤمن و مسلمانی که از همین جا داره که من از خانواده های معظم
متدین هرات، ما از والدین ما کمال تشکر و قدردانی کنم که اونها تشویق اونها باعث شده که فرزندان از اونها با سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم آشنایی پیدا کنند و با علاقه بخوانند و در و با علاقه و اشتیاق کامل به این مسابقه شرکت کنند. واقعا مطمئن باشند والدین عزیز ما که هر قدم نیکی که والدین برمی‌داره ثواب اون قدم نیک برای والدین هم داده میشه بدون اینکه از ثواب اون فرزندشان کم شه. این خیلی جای افتخاره و واقعا برای همه ملت مسلمان ما جای افتخاره که انشاءالله تعالی جوانان ما و نوجوانان ما فرزندان ما تنستن در برابر تهاجمات فرهنگی بیگانگان یک جهاد فرهنگی را آغاز کنند و از این طریق با اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین و امیدین آشنایی پیدا کنند. اما قسم که شما هم صحبت کردین در کنالی که یک مسابقه بوده، خب شکل امتحان هم داشته و سوالات هم به شکل کنکوری بوده و بیشتر اشتراک کنندگان هم دانش آموزان بودن، واقعا یک موفقیت بسیار خوب هست. اما قسم که شما صحبت کردین و مجموعه زیادی از دانش آموزان اشتراک کردن و ای واقعا میتونه یک دستاورد برای همه ما ایراتی ها باشه. سوالات توسط کمیسیون مشخص طرح شده، ولی فکر میکنم کتاب شما آماده کردین، شما تهیه کردین. دلیل انگیزی ای کتاب و تهیه کتاب چی بوده؟ میشه پیرامون از این صحبت بکنم؟ خدمت شما عرض کنم که رسالت اسلامی هر انسان و مسلمان و هر استادی که در هر مقطعی از مکاتب قرار داره یا دانشگاه ها یا پوهنتون ها هست، یکی از رسالت‌های ویژه اساتید بزرگوار و مؤمن ما این هست که باید با همون قلم خود و با بیان خود و با طرز و تفکر و اندیشه اسلامی خود همون جهادی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند که الجهاد مازن الی یوم القیامه، به هر نوعی که میشه باید یک جهاد فرهنگی داشته باشند و این جهاد فرهنگی برای مبارزه هست در مقابل تهاجمات فرهنگی که در کشور ما صورت گرفته. و ببینیم یکی از انگیزه ها این بود که وقتی از یک جوان مسلمان سر صنف ها سوال میکردیم که تو محمد صلی الله علیه و سلم را چگونه میشناسی وقتی میگی لا اله الا الله محمد رسول الله، بسیار شکسته بیان میکرد که خب حضرت محمد صلی الله علیه پیغمبر خدایه، ولی راجبش خصوصیات اوصاف و صفات خیلی کم بود که آگاهی داشته باشد و اگرم آگاهی داشتن آگاهی اندکی بود. اما اگر برعکس از زندگی نامه پله و میسی و لوناردو و امثال اینها اگر سوال میکردی، حتی تعداد گلهایی هم که اینا زده بودن در مسابقات بیان میکرد، حتی چند دفعه اینا خطاها اینا رو حتی بیان میکردن که در فلانه بازی چه خطایی مرتکب شد، چند تا کارت زرد گرفت، چند دفعه کارت سرخ گرفت، چند بار آقای گل شد یا کاپ اخلاق گرفت. راجع به خصوصیات یک بازیکن یا یک هنرمند، یک فیلم ساز، فیلم نویس معلوماتی میداد که واقعا انسان ایرت میزده میشد که بابا این همون شاگردی هست که وقتی راجع به محمد سوال میشه گنگه و یعنی نمیتونه درست بیان کنه، اما از این راجع به یک بازیکن یا یک فرد مشهور حساب جهانی یا در سطح هنرها از این سوال میکنی بینی که معلوماتی میده که واقعا بیشتر از خودش. این واقعا برای من انگیزه ایجاد کرد که چرا این جوان با همین زبان شیوا و لسان شیوا و با این معلومات کافی که راجع به یک فرد دیگه غیر از پیامبر داره ارائه میکنه، چرا همین فکر خور یا چرا همین اندیشه خور
و چرا همین انسان شناسی خود راجع به محمد صلی الله علیه وسلم خرج نکنه که بیای او راجع به پیامبر معلومات پیدا کنه و مقدسات دینی و شعائر دینی به او ارزش قائل بشه و احترام قائل بشه، چون خود به خود وقتی با اخلاق و اوصاف یک انسان کسی آشنایی پیدا میکنه به خصوص جوانان و نوجوانان، او طبعا همون خوی اخلاق رو آروم آروم به خود میگیره. به همین خاطر یکی از انگیزه این بود که من دست به چنین کار زنم و الحمدلله سال به سال موفق تر شده شدم و این سال با طرحی که جناب آقای حبیبی دادن بریم ما مریض مؤسسات خصوصی هیواد که شما یک تنوع در همین کتاب باید ایجاد شه که بعد دوباره شروع کردم به نوشتن این کتاب با تفاوت‌های زیادی از دفعات قبلی که راجع به خلفای راشدین هم دری افسوده شد و راجع به ائمه دین هم افسوده شد و تلاش کردیم ما و هیئت محترمی که در بخش دیزاین و مثلا حروف چینی از این کتاب بیشتر تلاش ما همین بوده که بابتنیم با یک سوالات و جوابات ساده تری که در خور همون فهم و درک دانش آموزان باشه ما همون تیار کنیم و ارائه بدیم که الحمدلله و المنه از الله پاک بار بار شکر گذاریم که الله پاک توفیق بری ما داد و بری همکارام و بری همه عزیزان. تشکر جناب استاد. با توجه به وقت میشه که در حد دو دقیقه صحبت داشته باشین پیرامونی که این مسابقه در کدام مراکز برگزار شد و طریقه نمره‌دهی چگونه بود و چگونه هست؟ فکر کنم که نمره داده شده باشه چه قسم، چون معمولا پروسه نمره‌دهی کمک طولانی هست. و از طرفی هم میخواستم در ارتباط به اهمیت آشنایی با سیرت پیامبر و همچنان اهمیت برگزاری چنین مسابقات پرسان بکنم، چون وقت کم هست و خوشبختانه در لابلای صحبت‌های شما اشاره شد. تشکر بسیار. با عرض پوزش از بینندگان عزیز که اگر در بیان کدام لکنتی ایجاد میشه عفو میخوایم. سوالات که هست تقریبا در بحث برگزاری امتحان بیش از 100 نفر ناظر و هیئت ممتحنه وجود داشته از دارالعلوم ها و شکل نمره دهی از یه هم شفافه به شکل از طریق کامپیوتر انجام میشه و یک بحث کمیسیون هست که چون سوالات به شکل کنکوری بیان شده همون نمره دهی هم از طریق کامپیوتری میشه، خیلی بسیار شفاف که انشاءالله تعالی هیچ نوع قلقش در زیر نخواهد بود. و که چی فوایدی در این صورت وجود داره، واقعا با توجه به این وقت کم انسان نمیتونه راجع به سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی مطرح کنه. همون گفته شاعره که بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، یعنی اگر واقعا انسان بخواه راجع به فواید سیرت معلومات بده دیگه انشاءالله تعالی، مگر خود شما عصر هریوار بری یک ماه دو ماه دیگه امیجگاه قروخ کنیم دیگه امروزه در خدمت بینندگان عزیز باشیم. ولی خلاصه ای رو بگویم که یک روایت هست که فکر کنم حدیث هم هست که المرء مع من احبه، انسان حشر میشه در روز قیامت به همراه کسی که او رو دوست داره. یکی از فواید سیرت شناسی هست که وقتی ما با سیرت پیامبر و با اوصاف اخلاق پیامبر و با رفتارهای پیامبر که در مقابل فامیل، خانواده، اطفال، جامعه و محیط اونها داشتن، وقتی با انسان آشنایی کنه بخش معلومات حاصل کنه توسط همین سیرت شناسی، خود به خود محبت پیامبر، عشق پیامبر در قلب انسان زنده میشه و این باعث میشه که انسان محبوب پیامبر بشه و در روز قیامت هم در جوار پیامبر حشر میشه. یکی از فواید ای هست. و بخش دوم فواید سیرت شناسی در اصل همون جهاد فرهنگی در برابر فرهنگ غلط و پوچ دشمنان اسلام هست. تشکر از حضور شما جناب استاد برنامه.
قربان شما تشکر و سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و ممنون از شما همراهان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. همان گونه که طرف ساعت استودیو میبینیم وقت برنامه هم رو به اتمام هست. ناگزیر هستیم که از حضور گرم و سبز شما عزیزان خدافیزی بکنیم. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند یارو نگهدارت.